خب پس در جلسه آخر گفتیم که ایمان در انتها حکومت به وجود میاره، حاکمیت به وجود میاره، یه چیزی رو وجود میاره که ملکوت شریر رو به خداوند منتقل میکنه. پس وقتی یه چیزی رو باور میکنی، بر طبق باور ماهیت دستبت داده میشه. اول اون ایمان چیکار میکنه؟ قربانی به وجود میاره. قربانی بعد از اون چیکار میکنه؟ تبدیل و ترقی به وجود میاره. شما رو از یه جا منتقل میکنه به یه جا دیگه. خداوند شما رو برمی‌داره از یه مقطع ایمانی به یه جا دیگه میبرتت. بعد مکاشفه باهاش میاد. مکاشفه درباره خواندگیتون، مکاشفه درباره قدرت مسیح، مکاشفه درباره کار روح القدس، مکاشفه درباره کلام، مکاشفات دیگه شما نیاز دارین بهش. شما بهش نیاز دارید. بر طبق اون مکاشفه عمل میکنی، میبینی داری در یه مقطع زندگیت حکومت میکنی، یه کاری رو داری انجام میدی که حالا لمسش داری میکنی، یه چیزی رو برای ملکوت خدا به وجود آوردی. جانها هستش، تجارت هستش، دانشکده الهیات هستش، چه میدونم دیگه، یه چیز مثلا خبرنگاری هستش، تلویزیون هستش، هر چی که از کتاب هستش، موسیقی هستش، یه چیزی هستش که تولید کردی و داره لمس میکنه دنیای خدا رو، ملکوت خدا داره لمس میکنه و این رو از شریر گرفتی. داری چیکار میکنی؟ مثل ابراهیم سرزمین کنعان خودتو چیکار داری میکنی؟ به دست داری و داری وسعت میدی. آمین؟ اوکی. تعمید چیه؟ میگه خب بس از اینم بگذاریم ببینیم تعمید چیه. ما 4 تا تعمید داریم در خداوند. 4 تا تعمید داریم. تعمید اول، تعمید در خود مسیحه. تعمید دوم، تعمید آبه. تعمید سوم، تعمید روحه. تعمید چهارم، تعمید آتشه. 4 تا تعمید داریم. تعمید اول همه میگیرن در زمانی که نجات پیدا میکنن. همون آنی که نجات پیدا میکنید در مسیح فرو میگیرید، در مسیح قرار میگیرید، در مسیح تعمید میگیری، مسیح همه چیز شما میشه و شما در مسیح محو میشه. کلوسیان 2 میگه زندگی شما در مسیح پنهان میشه. کلوسیان 2 Your life is hidden in Christ. زندگی پنهان شده در، خب وقتی که زیر آب قرار میگیری کجا میری؟ پنهان میشی. وقتی که ایماندار میشی، وقتی که میگی عیسی مسیح تو خداوند من هستی، در مسیح پنهان میشی. تعمید مسیح، تعمیدی که مسیح میده در زمان نجاتت میده. آمین. That's the first one. همینجا واسه یاد بگیری که دیگه تو نیستی بلکه مسیح در توه. I do not live but Christ that liveth in me for the hope of glory. من نیستم. Do you not know that your life is hidden in Christ? آیا نمیدانی که زندگی شما در عیسی مسیح پنهان هست یا پنهان شده است؟ اوکی؟ پس کسی که تعمید میگیره کجا میره؟ فرو میره. زیر میره. پنهان میشه. گم میشه. پیدا نمیشه. اون انسان مانی قدیمی پنهان شد. مانی قدیمی دیگه پیدا نیست. It's gone. چیزی که جاش مونده مسیحه. وقتی خدا منو میبینه، منو نمیبینه. خدایا منو ببین. خدا من مسیح رو در شما میبینه. چرا دعای شما شنیده میشه؟ چون شما پارساییتون از مسیح گرفتید. برای همین چون پسر داره دعا میکنه، پدر میشنوه. عیسی مسیح میگه من هر چی که میگم پدر صدای مرا میشنود. چون صدای مسیح شنیده میشه در شما، شما شنیده میشید. پس اگه در ایمان بر طبق آنچه که میدونید هستید دعا کنی، شنیده میشید. وقتی بر طبق عدم ایمان آنچه که شما نیستید دعا میکنی، شنیده نمیشید. خدای من گناهکار رو ببخش. 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 اوکی؟ شنیده نمیشی. شنیده نمیشی. چون نیستی. مسیح هیچ وقت گناهکار نبود. درک نمی کنید بعضی وقتا. نمی فهمید بعضی وقتا. معذرت میخوام. نمی گیرید. وقتی که التماس میکنی، دعا میکنی، سر خودت خاکستر میزنی، خب مورد دریافت قرار نمی گیری. تعمید تو باور نداری. چه فایده داره پس؟ ولی یکی بهت یاد داده که اگه این کار رو کنی خدا خوشحال میشه. کی بهت یاد داده اینا؟ از کجا یاد گرفتیم؟ پس اگه تعمید دارم یا ندارم؟ اهانت نشه. این اصل مسئله است. هممون باش مشکل داریم.
تعمید یعنی این که من چی شدم؟ در مسیح پنهان شدم. دیگه من نیستم، بلکه مسیح در من هستش. پس هرچه که دعا میکنم بر طریق ایمان، بر طریق ایمانم که مسیح در من هست دعا میکنم. پدر صدای من رو میشنوی چون من فرزند تو هستم. پدر میدونم که الان که اینجا هستم تو در کنارم هستی. پدر شکی ندارم که از من خوشنود هستی، چون میگه پدر از پسر خوشنود هست. ساده است دا. انجام میدی؟ خب یه نفر من میدونم تو انجام میدی. تو روز بدانم میزم کنار، میزم اینجا، بقیه کلاس میزنم اینجا. ما یه نفر داریم تو این کلاس کیس خودشو تثبیت کرده. بقیه همون چی؟ من خودم هم جزو این گروه میکنم. بعض وقتا واقعا مشکل پیدا میکنم با این، چون اشتباه که میکنم خودم رو محکوم میکنم و احساس میکنم که با محکوم کردن خودم صدام شنیده میشه، ولی فراموش میکنم که تعمید اولم چی هستش. تعمید دوم چیه؟ تعمید آب. تعمید آب برای این نیستش که به دنیا فقط بگم که من نجات پیدا کردم، البته جزء اون هست، ولی یه تعمید بسیار عمیق‌تر از اینه. به خاطر اینکه آنچه که در مسیح دفن میشه رستاخیز پیدا میکنه و یه چیز جدیدی از آب میاد بیرون. باور داری؟ باور داری که وقتی یه نفر زیر آب میبری بس بهش بگی، قبل از اینکه بره زیر آب بس اینو بهش بگی، نه فقط بگی در نام پدر پسر روح القدس تو رو تعمید میدم به حضور خدا میسپارم. نه، نگین اینو فقط، بگین در نام عیسی مسیح پدر پسر و روح القدس دارم بهت میگم اون انسان قدیمی که تو هستی میری زیر آب، دف میشی، یه چیز جدیدی میاد بیرون. باور داری؟ چالشش کن، چالشش کن تو تجربه کنه تعمیدو، چالشش کن که تجربه کنه تو باور داشته باشه، بر طریق باورش دریافت میکنه. تعمید چیز خیلی زیبایی، تعمید آب در واقع خیلی چیزها رو میتونه در زندگی شخص بشکنه. همون آن زیر آب اعتیاد، گناهان گذشته، بندها و اسارتها رو اگه چالشش کنی که باور داشته باشه، همون زیر آب میمیره، زیر آب میمونه، یه چیز جدید میاد بالا. آمین؟ کسی چیزی اینو به من نگو وقتی تعمید آب گرفتم، به من گفتش که فقط داری میری اعلام بکنی که مسیحی هستی. اوکی؟ بر طبق همون باورم دریافت کردم، به دنیا گفتم مسیحی هستم، ولی کسی چالش هم نکرد که باور داشته باشم که وقتی زیر آب میرم اون انسان قدیمی واقعا مرده و میتونم باور داشته باشم که خیلی از چیزهایی که باهاش در درگیری بودم، اسارتها، طرز فکرهای نادرست، گناهانم میتونه همون زیر آب باقی بمونه و شکسته بشه، میتونه شفا بیاد، میتونه آزادی بیاد، همه چیز میتونه زیر آب قطع بشه و دوباره وصل بشه. باور داری؟ چالششون کنید. باور داری؟ در زیر آب اون انسان قدیمی میمیره، بعد از اینکه از آب میاد بیرون انسان جدید نمایان میشه، مکاشفه میاد، درهای بسته رو، درهایی که باز شده رو خدا میبنده، درهای جدید رو باز میکنه. تبدیله، تعمید آب تبدیل میاره، تعمید آب تبدیل میاره. تعمید آب یک نمایش نیست، تعمید آب تبدیله، تعمید آب تبدیله، میتونه تبدیل بیاره، میتونه در واقع یک رفورماسیون بیاره برای شخص. باز به طرف بگید همتون روزی تعمید خواهید داد و باز بیشتر تعمید خواهید داد. وقتی شخص میخواد زیر آب ببرید بهش یادآوری کنید که چه اتفاقی داره براش میافته، باورش کنید. همیشه شخص به نقطه باور برسونید. باور داری که وقتی من تو رو زیر آب میبرم تو عوض میشی؟ آمین. باور میکنه، به دست میاره. تعمید روح القدس چیه؟ ما چند نفر تبعه آلمان هستید الان؟ اوکی. یه موقع تبعه کجا بودین؟ ایران. ولی حالا که تبع آلمان هستیم، پاستون پاس ایرانی یا پاس آلمانی دارید؟ آلمانی. نه، نمیتونی بگی جفتشو. اونایی که جفتشو دارن بس قدیمی رو بندازن دور. میدونین چرا؟
چون به درس من نمیخوره. درس من یه طبیعت داری، طبیعت جدیدتو به دست میاری. اونه که دوتا دارن بندازن ایرانی رو دور. منظورم میگیرین که طبعه آلمانی الان، درسته؟ اگه طبعه آلمانی یه موقعی طبعه ایران بودی، یه موقعی زیر قوانین ایران زندگی میکردی، یه موقعی جزو ایران بودی، حکومت ایران برات بود، قانون ایران رو بود، ولی امروز زیر قانون آلمان زندگی میکنی، طبعه آلمان هستی. و اگه واقعا میخوای تو آلمان زندگی کنی به زبان آلمانی رو هم باید یاد بگیری. قبول داری؟ اوکی. شما طبعه دنیا نیستی، شما طبیعت آسمان رو به دست آوردی. شما طبعیت آسمان رو دارید. You are a citizen of heaven. شما دیگه طبعیت دنیا رو ندارید. وقتی خداوند شما رو نجات میده، شما زندگی دوباره رو به دست میاری، تولد تازه رو به دست میاری، پاس زمینی تو میدی، پاس آسمانی میگیری. اسم زمینی تو میدی، یه اسم آسمانی میگیری. Do you not know؟ آیا نمیدونید که اسم همه شما در آسمان با اسمی که الان دارین فرق میکنه؟ اسم من تو آسمان مانی نیست. همه ما یه اسم آسمانی داریم. آمین؟ اسم منو پدر مادرم مانی گذاشتن، ولی بابای آسمانی اسمی برای من داره که تمام هویت من در اون گذاشته شده. اوکی؟ زبان من در آسمان زبان فارسی نیست، بلکه زبان آسمانه. برای همین بس با ما با زبانها صحبت کنید. چرا با زبانها مشکل پیدا میکنید؟ شما که تبعیه آسمان هستید، شما تبعیتون در آسمانه. زبان آسمان رو به دست بیارید. در آسمان شما با زبان آسمان صحبت میکنید. فارسی حرف نمیزنید، آلمانی حرف نمیزنید. اگه خداوند در تعمید روح به شما زبان آسمان رو داده، بر طبق ایمان دریافت بکنید تا بتونید با آسمان با زبان خودش صحبت بکنید، هم در خواندگی، هم در درک، هم در روح، هم در روح، هم در جسم. در آسمان پوزیسیون آسمانی من کاملا واضحه برای خدا. خواندگیم چیه؟ مکانم چیه؟ راهم چیه؟ زندگیم چی خواهد بود؟ اینو شما بس از آسمان درک دریافت بکنید. مثل این میمونه که پدرتون شما رو بزرگ داره میکنه و انتظار داشته باشین که هیچی بهتون درباره آیندهتون نگه. مگه میشه؟ ها؟ فرزند آسمان، تعمید روح به شما هدف میده. به شما خواندگی میده. به شما مسیر میده. عطایاتون رو نمایان میکنه. جرأت و راه بهتون میده. خانواده جدید، مملکت جدید، طبیعت جدید، زبانی جدید. تعمید روح شما رو به آسمان وصل میکنه به نحوی که تازه روح شما میتونه جهتگیری کنه، مسیرگیری کنه. میدونید خیلی جالبه چه چیزی یهودی ها رو تا امروز توی دنیا، میدونید یهودی ها الان چندین هزار ساله که در وجود دارن، درسته؟ نابود شدن، به اسارت گرفته شدن. خب 2000 سال پیش روم اومده، قیصر روم اومده اورشلیم رو نابود کرده، نابودش کرده، محوش کرده، ها؟ درسته؟ با خاک یکیش کرده، ولی 2000 سال بعد دوباره این امت پیداشون شده با همون زبون، با همون زبان. کدوم فرهنگو شما میدونید که بعد از 2000 سال محو شدن تمام کشورشون هنوز هستن؟ به من یکی نشون بدید. مصر هست، زبانشون رو از دست دادن، فرهنگشون رو از دست دادن، عرب شدن، درسته؟ با از دست دادن زبانشون فرهنگشون رو از دست دادن. فرهنگ مصر رو ندارن، فرهنگ عرب رو دارن. قبول داری؟ عراقی ها چی؟ بابلی ها چی؟ سومری ها چی؟ سوری ها چی؟ آشوری ها چی؟ فرهنگشون رو از دست دادن. میدونین چرا؟ چون زبانشون رو از دست دادن. ما برای اینکه سرزمینشون هنوز هست، بنی اسرائیل سرزمینش هم از دست میده، پراکنده میشه، تو امت ها پخش میشه، 10 تا از قبیله هاشون گم میشن، 2 تاشون باقی میمونن. بعد برمیگری زمان بابل، برمیگری زمان
اسکندر مقدونی. ولی چه چیزیه که امروز یهودی ها رو به هم دیگه وصل کرده؟ زبانشونه. میدونید در تمام دنیا، تمام کنیسه ها در یک شنبه که میشه، یا شنبه شونه، شبت شونه، یه قسمت از یه آیه از یه کلام همه در آن واحد میخونن، همه شون. وقتی کتابشون رو باز میکنن همه میدونن، همه شون تو همه دنیا در هر جایی که کنیسه هست اون قسمت از کلام میخونن. این نشان دهنده این هستش که در واقع ما که در روح خدا هستیم و یه تبعیت داریم، اگه واقعا باور داشته باشیم هر جای دنیا که داریم دعا میکنیم بر طبق هدایت روح القدس میتونیم برای یه چیز دعا کنیم. Did you know that؟ باور داری؟ که اگه در روح خدا باشی، چون در طبیعت آسمانی، هر جای دنیا که باشی، هر ایمانداری که باشی، اگه در روح خدا دعا بکنی و بدونی در ایمانی، امکان داره در آن واحد تمام کلیسه برای یه چیز داره دعا میکنه و خدا حرکت کنه. Oh my gosh. کاری که یهودی ها میکنن سایه ای هست روی دیوار برای کلیسا، که اگه درک بکنی میفهمی اگه کلیسا درک بکنه تبعیت آسمانیشو، دنیا رو میتونه تکون بده. تعمید روح این کارو میکنه، دلها رو یکی میتونه بکنه، چون از فکر انسانی میای بیرون، ملحق میشی به صدای آسمانی. واو. بیست و چهار سال پیش ساعت 8 صبح تو کلیسای آمریکایی، 130-140 نفر آمریکایی هستیم، سه روز داریم دعا میکنیم، سه روز داریم با همدیگه دعا میکنیم، روز سوم میرسه، نبی خدا بالای صحنه است. منم یه جوان هستم اون موقع، چند سال ایمان آوردم، 5-6 ساله، زبانها رو داریم و نبی خدا میگه حالا همه با همدیگه دعا کنیم. برای اولین بار گوشم داره یه چیزی رو میشنوه، داریم همه دعا میکنیم، ولی چیزی که من میشنوم یه آوازه، مثل اینکه هممون داریم با زبانها دعا میکنیم ولی داریم با همدیگه آواز میخونیم، لا 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 لا. بعد دارم میشنوم ترجمه چیزی که دارم دعا میکنم و میشنوم که خداوند داره چه کار میکنه، داره با شیطان جنگ میکنه، نابودش میکنه. مثل آواز میمونه تو گوشم، ولی تو این گوشم دارم میشنوم عیسی مسیح داره داغون میکنه شیطانو، نابودت میکنم، جر و جرت میکنم، کلتو میکنم. اینا رو داشت میگفت، واو مسیح تو اینقدر کلش میکنم، آره کلتو میکنم، پرپراتو میکنم، یعنی یه چیزی داشت میگفتم واو وای چه جرأتی داره، چه جوری داره حرف میزنه، من خودم جرأت نمیکنم با شیطان اینجوری حرف بزنم، ولی در روح دارم صحبت میکنم. صدای همه میرفت بالا، صدای همه میمد پایین، همه با هم دیگه مثل یه دونه ارکستر میگفتن. چرا رفتیم ارکستر رو گوش کردیم که کوایر با هم دیگه میخونه؟ چقدر زیباست. وقتی که صدای روح با هم دیگه یکی شده بود، چنین قدرتی در آسمان داشت. بعد یه دفعه توی دلم شنیدم تمام شد، همه در همون آن واستادن، همه سکوت. مرد خدا گفت تمام شد. اون شب هممون شفاهای مختلف یافتیم. من از آس شفا پیدا کردم، آسمی که هر روز فقط آزماکورت و بنتولین میزدم 3-4 بار در روز، نفسم در نمیمد، شفا پیدا کردم، تمام شد. خدا کارشو تمام کرده بود. چرا؟ چون 100 نفر ایماندار طبیعت آسمانشون رو درک کردن، با همدیگه یک صدا شدن، با همدیگه یک روح شدن، با همدیگه در یک جا قرار گرفتن، با همدیگه یک دل شدن و قدرت شریر رو شکوندن. تعمید روح این کارو میکنه. تعمید روح این کارو میکنه. تعمید روح شما رو در طبیعت آسمانیتون قرار میده، جایی که هستید و خواهید بود تا ابد. آمین. شما مال آسمان هستید، زبانتون رو آسمان لمس کرده، شما تولد تازه دارید، زبانتون مال امت جدیدتون هستش، زبانی که خداوند درک میکنه و فرشتگان خدا درک میکنن، ولی شیطان درک نمیکنه. فرشتگان خدا که مال خدا هستن، صدای شما رو در آسمان ها میشنون و دعای آسمانی شما رو میشنون و بر طبق دعای آسمانی شما حرکت میکنن. همونطوری که در کتاب مقدس میگه زبان انسان ها tongues of men and angels، زبان فرشتگان خدا.
جنگ هایی رو خواهید کرد که با قدرت انسانی خودتون نمیتونستین بجنگید، با زبان انسانیتون نمیتونید بجنگید. اونهایی که در کلیسا با تعمید روح القدس مبارزه میکنند، تبعیت آسمانی رو درک نمیکنند. انسان رو در جلوه انسانی خودش بیشتر میبینند. ولی ما انسان های فوق العاده و موفق طبیعی هستیم. We are supernatural. ما انسان های طبیعی نیستیم. ما موفق طبیعی هستیم. روح زنده خدا در ماست. طبیعی اگه بودیم که مرده بودیم. ما موفق طبیعی هستیم. پس کارهای ما هم باید موفق طبیعی باشه. جایی که قدرت ما با قدرت خدا چی میشه؟ چی بهش میگن؟ اکسچنج میشه. چی بهش میگن اکسچنج به فارسی؟ جا به جا میشه. آخرین تعمید چیه؟ تعمید آتشه. خیلی مواقع ما تعمید آتش رو درک نمی کنیم. ولی آتشی است که در شما شعله ور خواهد شد. آتشی هستش که جلوش رو نمیتونی بگیری. تعمیدی هست که شما رو چنان شعله ور میکنه که زبونت رو نمیتونی ببندونی. هر جایی که میری آتشی و آتش میزنی. شعله های روح خدا در تو شناور میشه. زندگی های دیگران رو لمس میکنه. محیط رو عوض میکنه. زندگی ها رو لمس میکنه. نجات میاره. شفا میاره. آزادی میاره. مسیح هر جایی که میرفت انقلاب میشد. هر جایی که بود یه چیزی عوض میشد. شما وقتی چیزی رو آتش میزنی چیزی که باقی مونده خوبه. هرچی که سوختنی سوختنی میشه. هرچی که باقی میمونه خوب هستش. تمید آتش شما رو عوض میکنه. شما رو شعله ور میکنه. چیزهای مضاعف رو میبره. چیزهایی که باقی میمونه خوبه و نیکوه. تعمید آتش در واقع اکسپرشن یا نشانه تحول و قربانی سوختنی هستش که شما هستید. در واقع تعمید آتش برای من جایی هست که شما خودتون رو در روی بمونه قربانی زنده بر روی مذبح خدا قرار میدید و اجازه میدید که خداوند شما رو در بر بگیره و از شما استفاده کامل بکنه. اون شعله‌ای هستش که خاموش شدنی نیست. اون بوی معطری هستش که مشام خدا رو خوشنود میکنه. شما قربانی سوختنی میشید جایی که مسیح بود. شما در مسیح قربانی سوختنی مورد قبول خدا قرار میگیرید. You become the burnt offering. The beautiful aroma of the burnt offering. جایی که زندگیتون دیگه مال شما نیست. مال خدایی هستش که شما رو تولد تازه داده. یحیای پیغمبر میگه دیگری بعد از من خواهد آمد که شما را با روح و آتش تعمید خواهد داد. اشعیای نبی میگه روح the spirit of supplication and burning. روح تسلیم، روح سوخته شدن. روحی هستش که سرزمین ها رو میگیره. روحی هستش که شریر ازش فراریه. تعمیدی هستش که شریر ازش فراریه. تعمیدی هستش که شریر ازش فراریه. وقتی میبینه شما تو آتشی میدونه که داری میای که چیکار کنی؟ ملکوتش رو خاکستر کنی. چه آتش میسوزونه. وقتی میبینه تو شعله وری میدونه باز فرار کنه. And he flees from you. ازت فرار میکنه. یک نسلی هستش تو ایران که خدا رو نخواهد دید مگه اینکه بعضی از شما شده ور بشید و آتش بگیرید. دیگه مردم ایران خستن از فلسفه دونی، حرفای زیاد، پوچ، حتی تو کلیسا روشایی که یه چیز میگن یه کار دیگه رو انجام میدن. خستن از تلویزیون مسیحی، خستن از یکی دیگه موعظه، خستن از یه دونه حرف بیخود، خستن. میخوان یه انسان رو ببینن که در آتشه. آتش گرفتتش، میسوزه، لمس میکنه، شفا میاره، نجات میاره، آزاد میکنه، میگه انجام میده. معجزات در بر، معجزات در دست، معجزات در زندگی. واو، اون واقعیه. دیگه ایرانی خسته است. ما اون زمانی که توی کلیسای ایرانی میتونستی تلویزیون رو باز کنی اونقدر مردم تشنه بودن، بعد از 5 دقیقه همه گفتن واو دیگه 20 ساله دارن تلویزیون مسیح میشنون، خسته شدن.
اونقدر موعظه دیدن، اونقدر خرابکاری تو کلیسا دیدن، اونقدر کثافتکاری دیدن، اونقدر دیدن ایرانی ها هیچ عوض نشدن، مسیحی شدن، همون ایرانی هستن که قبلا بودن، فقط حرف میزنن، خسته شدن. چی میخواد اینها رو به سوی مسیح بیاره؟ I don't know what's going on. It's okay. چی هستش که میخواد اینها رو به سوی مسیح بیاره؟ چه چیزی هستش که نمیخواد جذبشون کنه؟ آتش. آتشی که یه نفر دیگر رو در بر گرفته و اینا میدن واو. دنیا آتش رو میبینه و ما میسته. هر جا آتشه مردم نگاه بهش میکنن، مگه نه؟ یه خونه که آتش گرفته از بغلش رد نمیشی، نه؟ اگه یه خونه آتش گرفته همه با میستن نگاه میکنن، ها؟ اگه ببینن آتش خدا تو شماست، مردم وا میستن و نگاه میکنن. بلکه اگه فقط حرفی، تئولوژی هستی، فلسفه هستی، واقعی نیستی، خسته شدن از دستت. کسی که تو آتشه خدا لمسش کرده. چشمان مسیح در مکاشفه was the eyes of fire. چشمان مشتعل بود. مردم جذب شما میشن. تعمید آتش دنیا رو به سوی شما جذب میکنه. آمین؟ تعمید آتش دنیا رو به سوی شما جذب میکنه. و دنیا میاد ببینه دنیا در چه اتفاقی داره تو زندگیت میافته. What's going on? آمین؟ برای جلسه اول زیربنا رو در این بنا میکنیم. به این چیزها باور داری؟ آمین. ما درباره پارسایی صحبت میکنیم. قبل از اینکه پارسایی رو بتونین درست انجام بدید، بس بدونین زیربناتون چی هست. This is bad. این چی هستش اصلا؟ Yes, yeah, better fix. Okay, so good. Okay. بلند شی خواهش میکنم. Yeah, it's just 1 minute left. Okay. پس مسیح، من میدونم مسیح کیه. من میدونم کارهای مرده چیه. میدونم فرق بین کار ایمان و کار مرده چیه. من میدونم ایمان چیه و ایمان در من چه چیزی رو تبدیل میکنه و چه چیزی رو تولید میکنه. من میدونم تعمیدها چی هستن. آمین. آمین. آلرایت. حالا درباره ستای آخری تو جلسه بعدی صحبت خواهیم کرد. بعد از اینکه ستای آخری رو تموم کردیم میریم در من هستم که هستم. آمین. مرسی.